خب بشنویم سخنان آقای دانشمند و این همون فحاش قدیمه که به اهل سنت پوش میداد، پدرشون رو اینجوری یاد داده بود، خودش هم میگفت بارها نوارشو گذاشتیم. الان ببینیم این فحاش زاده چه کار میکند، باز پوش میدهد یا حرف منطقی میزند. کلیپی اخیرا از آقای مولوی عبدالحمید زاهدان توجه داشته باشن که کسانی که ما را اونهایی که ما معتقدیم که شفا میدن گورها را بینا میکنن، یه اولادان اولاد میدن و امروز در این کرونا ما را یاری نکردن. آها، چرا عکسو چپه میذارید؟ این چی بی‌تربیتیه؟ خب یا ردش نکن یا ردش میکنی، عکسشو درست بذار. چرا عکسشو چپه میذاری؟ یعنی اینقدر شما انسانیت نداری؟ و نمیتوانند هم مرا یاری بکنند، چرا که این آفت ها را الله میاره، باید الله برکنه. برام جالب بود که ایشون کلن شفاعت و توسل و زیارت و اینها رو حالا تو این قصه کرونا که پیش اومده زیر سوال بردن. البته آقایون خب این شما از یا میخواید نفهمید یا نمیفهمید. آقای دانشمند، ایشون کلن شفاعت و زیارت و فلان و زیر سوال برده. نه خیر، اینطوری نیست. ما یک شفاعت قرآنی داریم، یک شفاعت شیطانی داریم، یک توسل قرآنی داریم، یک توسل شیطانی داریم. شماها قبرپرستان به جای توسلها و ابزارهای قرآنی که عبادتهای شرعی است، اومدید ابزارهای شیطانی تراشیدید که عبارت از قبرپرستی و مرده پرستی است. لیکن عقل کوچک شما اینها رو درک نمی کنه. بریم جلوتر. خودشون رو به خواب میزنن. ای کاش خواب بودن و میشد که این طیف رو بیدار بکنی. ببینیم چی میگوید. لما معری شعر خوبی داره، میگه لما رأیت الجهل فی الناس فاشیان تجاهلت ظن کأنی جاهلو. میگه من وقتی مردم رو دیدم که جاهلن، من خودم جاهل زدم تا مثل همرنگ جماعت باشم. مثال عرض میکنم، الان این آقا چی میگوید؟ یک مشرک قبرپرست فحاش چی میگوید؟ چه ادعایی میکند؟ خب ببینیم، الان ایشون مولوی عبدالحمید و نسبت جهل داد. خب الان علمی رو که ظاهر میکنه چیه؟ ببینیم، یعنی انسان با علم و دانش با جواب جهل رو بده؟ بفرمایید. ولی خب اینا اصرار دارن برای اینکه بیدار نشن، ما ملاقات باشون نداریم. نه، این چیز قلبیه، دروغ نگو، افترا نزن. از ابتدا حرفش رو رد کن. خلاصه حرفش اینه که اگر شما میفهمیدید، حرفش اینه که اگر شما مرده پرستان از این حوادث عبرت نمیگیرید، از چی عبرت میگیرید؟ یعنی این که الان امامزاده ها تو قرنطینه شده، همینه که شما 500 سال تو ایران، 1000 سال تو دنیا، 1000 خورده سال مردم رو فریب میدید که اینا مرده ها شفا میدن. دیدی نه که شفا ندادن، خودشون مرکز مرض شدن. خب مردم عقل دارن و حتی در جهان مسیحیت، بعد از این یک کلیپ بهتون نشون میدم که چطور دارن مجسمه های حضرت مسیح رو دارن میشکنن. ما عمر فکر میکردیم ما شفا میدن، دارن کاری نیستن. و لذا حرفشون رو بفهم بعد جواب بده. ولی من چند تا سوال از آقای مولوی دارم. آقا قبل از اینکه سوال بکنید حرفاشو رد کن. حرفایی که ادعایی کرده که این مرده ها شفا نمیدن، اینا رو با دلیل و منطق رد کن.
انسان سوال که با سوال جواب نمیده که. کسی که سوال میکنه سوال با سوال جواب میده معنیش که سوال رو نفهمیده، یا سوال رو نفهمیده، موضوع رو نفهمیده، یا اینکه میخواد در بره اما فریبی کنه، شیر سرشون به ماله. عبدالحمید به قول یکی از دوستان میگفت که رفته بودیم مدینه، داستان سرایی میکنه. آقا داستان سرایی چیه؟ بریم داستانشو بشنویم. یکی از این وهابی ها تو قبرستان بقی، ببین کینه هاشونو به اهل سنت، حتی اسم اهل سنت نمیتونن بگن. وهابی، شما یه رافضی قبر پرست به سواد اعظم مسلمانان میگه وهابی، خجالت نمیکشید؟ خب دید ما خلاص شیخی ما روحانی هستیم، صدامون زد و جلو مردم افغانی وهابی هم بود، خلاص فارسی خوب حرف میزد، تصویرش رو انداخ رو زمین و گفت که حسن بده، حسین بده، باقر بده، صادق بده، امام رضا بده، با تمسخر. خب ببین اینا نمیتونن یه تسبیح به ما بدن، چی جواب داری بدی؟ گفت من یه نگاه بهش کردم و تسبیح انداختم رو زمین جلوی اون وهابیه تو عربستان، گفتم خدا بده، خدا جبرئیل بده، خدا. گفت ببین خدا هم عرضه نداره که تسبیح بده، بس بیا اصلا سفره اسلام رو جمع کن. آقای مولوی عبدالحمید، خب قبل از اینکه بری پیش مولوی عبدالحمید بذار بنده بگم، این یه امام فریبیه، این خودش شیر مالیدن همینه، امام فریبی همینه، برای اینکه امام رضا مرده خدا نمیمیرد. این یک، امام رضا از شما خبر نداره، خدا خبر داره، لیکن شرط استجابت دعا پیش خداوند شروطی داره. خداوند میگه ادعونی استجب لکم، مرا بخونید تا من شما را استجابت کنم، نگفته امام رضا را بخونید. چرا مغلطه میکنید؟ اینجا این سواله. خب وقتی اختلاف بین مسلمانان پیش میاد، مسلمان به سراغ قرآن میره، شما قرآن رو قبول ندارید، امامتون که خمینی باشه یا غیر خمینی میگه قرآن قابل فهم نیست، الان یه آقا مثل که شیرازی شده، اگرچه من ایشون از اطلاعات میدونم، از قدیم گفتم این حرفو، قرآن خیلی صریح و روشن میفرماد که من اضل ممن یدعو من دون الله، گمراه‌تر از کسی که غیر خدا را بخونه کیه؟ من لا یستجیب له الى یوم القیامه، غیر خدا تا روز قیامت هم استجابت نمیکنن، و هم من دعاهم غافلون، و تازه اونا از دعاشون غافلند. قرآن میفرماد که سوره احقاف آیه 5 که همه اینهایی که شما غیر از خدا میخونید اولا دعا رو نمیشنوند، غافلند از دعاتون و نمیشنوند هم و قدرت استجابت هم ندارن. لیکن خداوند گفته من قدرت استجابت ندارم، پس خدا میگه غیر از خدا کسی قدرت استجابت نداره. این یک. ثانیاً قیاس مع الفارق چرا میکنید؟ چرا به جای نوشتن مار شکل مار رو میکشید؟ بی سواد. خدا بده خدا بده، مثل امام بده امام بده، امام مرده خدا نمیمیرد. قرآن میگه غیر از خدا استجابت نمیکنه، و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه، گمراهتر از کسی که غیر خدا را بخونه نیست، یعنی گمراهتر از کسی که علی را بخونه، حسن را بخونه، حسین را بخونه، مسیح را بخونه، پیغمبر را بخونه، فرشته را بخونه، هر کسی را بخونه، چون این شخصی ازش گمراهتر از این در روی زمین نیست، برای که مشرکه، مشرک جنگ با خدا داره، و همه پیغمبران آمدن برای احیای توحید و جنگ با شرک. و ولذا قرآن در سوره یونس آیه 18 میفرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم و یقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والارض ولا في الارض سبحانه وتعالى ما يشركون. غیر از خدا را میخونند. آیا امام رضا یا بقیه ائمه غیر از خداست یا نه؟ عیسی غیر از خداست یا نه؟ موسی غیر از خداست یا نه؟ فرشتگان غیر از خداست یا نه؟ بله، هر عاقلی میدونه بله.
خداوندی شبیه و نظیری نداره. لکه این در ذهن شرک آلود شما جایی نداره. چرا؟ چون شما ائمه رو مثل خدا میدونید. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا هیچ نفع ضرری بهشون نمیرسونن. میگن که اینا شفیعان ما هستن، اینا واسطه های ما هستن پیش خداوند. بگو آیا به خدا خبر میدید با آنچه که در آسمان و زمین نمیدونه؟ سبحانه و تعالی مشکون، خداوند منزه هست از آنچه که شما شرک میورزید. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، غير از خدا رو نخون چیزی که به ضرر میرسونه نه نفع میرسونه. فاین فعلت فانك اذا من الظالمين، اگه چون این کاری کردی تو از ستمگرانی در ظالمانی. در آیه دیگه و یمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، اگه به ضرری برسونه غیر از خدا کسی اونو برطرف نمیکنه. و ان يردك بخير فلا راد لفضله، و اگه خیلی برات بخواد هیچ کسی نمیتونه اون رد کنه. شما آیای قرآن قبول نمی کنی؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، اونایی که شما غیر از خدا میخونید یه پشه رو درست نمی کنه، خلق نمی کنن. 73 سوره حج یا ایها الناس ضرب لكم مثلا فاستمعوا له، ای مردم براتون مثالی زده شده بشنوید این مثالو. ان الذين تدعون من دون الله، اون چرا که غیر از خدا میخونید، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگه همشون جمع بشن، همه ائمه رو جمع کنید، همه بزرگان رو جمع کنید، خداوند میگه اینها یه پشه رو نمیتونن درست کنن و یسلو نمیتونن خلق بکنن. و یسلو فو بذباب شیعه لا یستنقذو، پشه از اون چیزی بگیره نمیتونن نجاتش بدن. یه پشه سر قبر امام رضا ببرید، یه گربه، یه پشه، یه چیزی میتونید تکونش بده؟ این خرافیه، ذهن خرافیه، اصلا نمیتونه اینو تصور بکنه. و من اضل ممن یدعو من دون الله، گمراه تر از کسی غیر خدا رو بخونه چیه؟ لیکن اینا اصرار بر شرکشون دارن، اصرار بر قبر پرستیشون دارن، بعد اینا میخوان دیگران بیدار بشن. همین یا خودت رو به خواب میزنی برای که مریدات رو اداره بکنی. خب چی مرید رو اداره بکنه که چی؟ یعنی خمس بگیره؟ شما ها خمس میگیرین، سنی ها چی میگیرن؟ این خواب زدن داره؟ ولی مشکل تو اینه که همچنان که آیت الله برقی میفرماد، خود رحمتش کنه، که مشکل روحانیون شیعه اینه که با حل اختلافشون با بقیه مسلمانان حاضر به حکمیت قرآن نیستند. مشکل بزرگتون اینجاست، بلکه قرآن کمر شرکاتون شکسته. انشاءالله سلطنت میکنی ولی خوب نیست. آقا سلطنت میکنی چیه؟ ده ها نفر، صدها نفر عالم اهل سنت رو کشتید، سلطنت میکنید؟ سلطنت که دست شماست که چرا مظلوم نمایی میکنید؟ چرا مرید فریبی میکنید؟ سلطنت اینطوریه؟ سلطنت که ولایت فقیه دست شماست، قدرت دست شماست، دولت دست شماست، اهل سنت که مثل فلسطینی اندازه فلسطینی در اسرائیل غصب شده حق ندارند. چرا دروغ میگید؟ اهل سنت در ایران چه وضعی دارن؟ دومین جمعیت کشور یه مسجد در پایتخت نداره، یه مسجد قانونی. آخه دروغ گفتن شرم و حیا هم چیز خوبیه؟ ایست که آخرتت رو به دنیای خودت بفروش. بفرما، مگه تو مسجد الحرام؟ خب جوابش اینا دیگه. دیگه جفنگیاتو چه بگم؟ این جفنگه جواب ده. آقا مسجد الحرام و ضد عفونی میکنند، کسی در مسجد الحرام نمیره شفاعت مسجد الحرام بخواد. لیکن شما در پیش امام رضا میری شفا میخواید. اگه یه نفر از کعبه بره شفا بخواد، ما میگیم تو مشرکید.